السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز، بخش خبری پیام روز تلویزیونی سرخ در سود با شما جهانگیر صابیرف. طوری که پیشتر خبر داده بودیم، در بین جوانان محله های ناحیه سوخ برای کوباگ پرکرار مسابقه از روی نمودی معمولی ورزش گوشتین ملی سر شده بود و دیروز قسمت فینالی مسابقه در میدان مرکزی ناحیه سوخ برگزار گردید. می توان گفت که گوشتینگری یکی از قدریت های ملی مردم آسیای مرکزی بوده، خصوصا زمانی در ناحیه سوخ نیز خیلی رواج یافته بود. پهلوانان سوخی تا مسابقه های آسیای مرکزی برآمدند، اما با سبب پیدا شدن دیگر نمودهای ورزش این انعنه کم تر فراموش شده بود، لیکن امروز در ناحیه سوخ برای از نو رواج دادن این قدریت ملی کمر همت بستند. موضوع را دوام می دهیم. واقعا گوشتینگری یکی از کهن‌ترین نوع ورزش بوده، هزار ساله هاست که آن میان مردمی سرملت آسیای میانه شکوه و شهامت خود را نگه می‌دارد و در این دوره هزارها دلاوران ما با این نوع پسندیده‌ترین ورزش میدانداری می‌کنند. خوشبختانه تا به امروز این نمودی ورزش قدر و منزلت خود را از دست نداده است. گوشتینگران معروفی سوخ از هر محله ناحیه به میدان مرکزی جمع آمدند و برای گرفتن کوباگ پرکرار سعی و حرکت کردند. در ابتدای قسمت فینالی حاکم ناحیه و پرکرار رهبر سکتور دویم به سخن برآمده، درباره منبعد در ناحیه سوخ رواج دادن این نوع ورزش اظهار اندیشه کردند. قید گردید که منبعد روز شنبه آخر هر ماه در ناحیه سوخ مسابقه از روی گوشتینگری شده میگذرد و به آن دعوت نمودن پهلوانها از دیگر شهر و ناحیه های کشور و حتی مملکت های همسایه نیز به نظر گرفته شده است. در مسابقه گوشتینگران به میدان برآمده نزد مردم با هم قوازمایی کردند. گوشتین با برابر یکی از نمودهای قدیم ترین ورزش بودن قدریت می باشد که آر و ناموس، شان و شرف، غرور و مردانگی مردمی ما را در خود افاده می کند. گوشتینگر باشد در میدان همین شان و شرف و غرور و مردانگی خود را اهل محلش را حمایه میکند. در واقع در مسابقه نه فقط گوشتینگران محلی بلکه از قسم های حربی ناحیه سوخ نیز عسکران و افسران اشتراک کرده برای به دست آوردن غالبیت سعی و تلاش کردند. من بگن سوخت منده بولوب اتکن بلبال کراش سپورت تور بلان شغلانی اپ کلیب قطنش یاب بز بز حربیلردن برگه تکلیب قیگندن بز جودیم خورساند بز من بو shunchaki bu o'tmayapti, bekorchilikdan anav qilib sportga bo'lgan ishtiyoqini yanada oshiryapti. Biz bundan juda ham xursandmiz. Sport, men yoshligimdan sport bilan shug'ullanib kelaman. Bu sport yaxshi narsa, odam tetik, o'ziga ishonch bilan yuradi sport bilan shug'ullangan. Ota-bobolarimizdan qolgan mana shu udum mana So'x tumanida ham rivojlanib boryapti. Bu udum belbog'li kurash sport musobaqasini prokuror kubogi tashkillashtirilgan ekan. Bu prokuraturaga ham biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz harbiylarni taklif qilgandan biz juda ham xursandmiz. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. در حدود سکتور دویوم 9 محله موجود بوده. آن روز آنها در میدان مرکزی برای نورانیان دهه خود و گوشتینگرانی که در مسابقه اشتراک کردند دستورخوان آراسته آش دادند. از تشکیل چنین چاره بینی ها اهل محله ها نیز ممنون بودند، زیرا ورزش عامل مهم است در مستحکم نمودن رشته های دوستیگری و مهر و عاقبت بین مردم. با تشبوس پرکرور نوحیه در مرکز سوغدیونه، من در بین 27 محله یک تشبوس بزرگ از بابایان ما مونده که تشبوس پشتین ملی شده گذاشت است. رحمت برای تشکیل کردنشون همین چیزها چی میگون؟ جوانون وقت بیکاریشون برای بند کردن. مردم در اطراف دستورخان در هوای کشاد با هم صحبت کرده درباره دیگرگونی ها حرف زدند. آنها را آن روز کیفیت ایدانه همراه بود. گویا جشن عید نوروز را میمان چاره‌بینی آن روزه. از نزدیک شوی فصل بهار درک میداد در صحرا در اطراف دستورخان صحبت آراستن اهل دهه ها. بعد تناول خوراک نصف روزی باز مسابقه آغاز شد و تا دیر دوام کرد. البته هر یک گوشتینگر برای به دست آوردن کوباگ پرکرار سعی و حرکت میکرد. البته وقت حکم عالی است و نهایت غالبان انیق کرده شدند. در انتها غالبان از جانب پرکرار ناحیه فرخاد عبدالولیف با تحفه های گرانبها های حامیان تقدیرانیده شدند. پرزیدنت شوکت میرزیویف در هر یک ولایت لازم بودن عملی گردانی لایحه برای ازبکستان صد غایه را تاکید کرد. رهبر دولت با مقصد کشف نمودن جوانان پر اقتدار، هر جانبه دستگیری تشبث و حرکت های آنها در هر یک ولایت ضرور بودن عملی گردانیدن لایحه های صد غایه برای ازبکستان معلوم کرد. در دایره لایحه از روی ساحه های مثل اقتصادیات، تندرستی، ضرور بودن فراهم آوردن شرایط ها و جوانان در برویا برآوردن غایه های اینوواسیونی لازم گفته است پرزیدنت.
تامین احالی بجای کاری دائمی از مسئله های مهمترین بوده رهبری دولت در ویدیو سیلکتوری که روز 27 ینوری سال جاری برگزار گردید آید مسئله مذکور مسئولان را وظیفه دار ساخت گفت که در هر حدود مرکزهای کسب و هنری تشکیل کرده شود و به آنجا جوانان، زنان و دختران بیکار و به اختصاص جلب کرده شده با آنها استیپندیا نیز داده شود. در این سمت در ناحیه سوخ قدم های استوار گذاشته شد. در مکتب کسبی هنری و بینوی سکترها مرکزهای کسبی هنری فعالیت سر کردند. موضوع را در مثال سکتور یکم دوام می دهیم. قیمت انسان در مال و ثروت نه بلکه در کسب و هنر می باشد. کسی که علم و هنر می آموزد در حیات به دشواری ها دوچار نمی آید. از این رو امروز در ازبکستان به مسئله کسب آموزانیدن جوانان اعتبار الهیده داده می شود و برای کسب و هنر آموختن آنها امکانات های ضروری فراهم آورده شدند. با سپارش رهبری دولت امروز ها در حدود ها مرکز های آموزش کسب و هنر براه مانده می شود که در آنجا جوانان، زنان و دختران بیکار با برابری کسب و هنر آموختن از طرف دولت استیپندیا نیز می گیرند و از حساب آن روزگار خود را تا قدر امکان آباد می سازند. در آشیان دوم بینوی سکتور یکم مرکز دوزندگی و پزندگی براه مانده شد. با آنجا زیاده از 40 نفر دختر جلب کرده شدند. آنها هم کس می آموزند هم هر ماه از حساب بیجت دولت معاش یعنی استیپندیا می گیرند. با کار تامین کنه همین زنکای همین قشلاق از طرف پریزیدنت ما قرار برامگی همه نوبت بگرفته استده من به حکمم مراجعه کردودم مراجعه تم قبول کرده منم واسه خید زندگی شده دادم برای من 5 تا ماشینه 10 نفر کارگره بین کارکت تامین کردن همجا اومده یاد میگیرن اومده در اینجا سر و اسرار دو زندگی رو آموخته ایستادن از شما با اونها باز طرف دولت 500 هزار استیپندیا داده میشد سیمه خواندن ادا کنن اگر سرتیفیکت داده میشه. واقعا در دوره پاندمی شماره بیکاری در کشور خاصه در ناحیه سو خیلی افزایش یافت و در اکثریت آیله ها احتیاج به کمک مادی به نظر رسید. حکومت کشور برای برطرف نمودن این مسئله ها چاره های ضروری اندیشید و پریزیدنت طوری که در جمع آمد ویدیو سلکتوری قید نمود برای به کار تامین نمودن جوانان، زنان و دختران آنها را پیش از همه به کسب هنر آموزانیده برای منبعت فعالیت بردنشان امکانات های ضروری پیدا کردن شرط است. از این رو امروز در ازبکستان به این مسئله اعتبار الهیده ظاهر گردیده در حدودها طوری که در بالا گفتیم مرکزهای آموزش کسب هنر تشکیل کرده می شوند. 3 سال در ساحه دوزندگی تحصیل گرفته با برابری این در ناحیه رشتان در مرکز الیگان و در ساحه پزندگی هم تحصیل گرفته گیم. حاضر در سکتور دیم بینوش برای دوزنده ها، برای پزنده ها مرکز آموزش شده شد. در اینجا من از ساحه پزندگی 10 نفر زن ها را یاد میتیم. با برابری این طلبه ها از طرف دولت استیپندیا میگیرند. صلح و امنیت در کشور حکمران است که در آنجا فراوانی برقرار باشد. در کشور قانون شکنی و جنایتکاری سر نمیزند که اگر شماره بیکاران کم باشد. محض برای همین امروز در ازبکستان مسئله تامین احالی به جای کاری دائمی به یکی از سمت های استوارترین سیاست دولت تبدیل یافته است. مادامی که برای فراوان حیات به سر بردن شهروندان از جانب دولت اینقدر امکانیت و شرایط فراهم آورده می شود، پس می توان گفت که آینده امان درخشان و حیاتمان باز هم فراوان تر خواهد گشت. درباره مرکز کسب و هنری سکتور یکم بعد انجام بخش خبری پیام روز برنامه مخصوص البته تقدیم شما میگردد. باز یک خبر مهم از امروز یعنی از یکم فوریه سال جاری آغاز کرده معاش خادمان تشکیلات های بودجت و استیپندیا ها به مقدار 10% زیاد میشوند. روز 30 دکبر پرزیدنت شوکت مرزیایف قرار نوی را امضا کرد که موافق آن از 1 فوریه سال جاری آغاز کرده مزد مهنت مؤسسه های بودجت و تشکیلات های دولتی نفقه و استیپندیا ها به 1.1 برابر زیاد می شود. از امروز در حدود ریاست‌جمهوری ازبکستان مقدار حد کمترین مزد مهنت 747300 سوم مقدار حسابکنی بازوی باشد 245000 سوم را تشکیل می دهد. ترغیب حیات سالم امروز یکی از مسئله های مهمترین به شمار می رود و از این رو از جانب ساحه تندرستی ناحیه عکس جانب حیات سالم 5000 قدم گذرانیده شد. گزارش نوبتی ما در همین خصوص توجه کنید.
پرزیدنت شوکت میرزیوی فرمانی را درباره رهاندازی گسترده طرز حیات سالم و رشد منبعی ورزش عمومی در این کشور قبول کرد که این فرمان فراهم کردن شرایط مساعد را برای مشغول شدن با تربیت جسمانی در مؤسسه های میانه و عالی و کارخانه های دیگر ازبکستان پیش بینی میکند. برای تامین اجرای فرمان پرزیدنت در ناحیه سوخ با همکاری شعبه تربیت جسمانی و سپورت و کارخانه و تشکیلات ها تدبیر و چاره بینی ها منتظم تشکیل کرده و گذرانیده می شود که سحری امروز عکس جانب حیات سالم 5000 قدم از جانب خادمان شفاخانه مرکزی گذرانیده شد. آنها از محله نواباد آغاز کرده تا میدان مرکزی پیاده آمدند و بعد به منزل رسیدن مشق های جسمانی گذرانیده شد. خادمان ساحه تندرستی در تدبیر مذکور فعالانه اشتراک کردند. همه اهل مویا خلق مویا انا همین سلامتی برای سالم شدنشون تکلیف میکردم. هر همدیگین سحرها خسته هیچ نباشد، همین 2 کیلومتر 3 کیلومتر پیاده جاهای تازه هوانده سیر کردن، این البته که بعد دکترای ما آسان میشد و پترینژ ما و دیگه ها پروفیلاکتیک حالتش پیشش گرفته. خلقم یا طلب میکنم من هواهایم خدا خالص نقش بر اساس جسمانی فعالیگشون چقدر که بسیار کنن برای دخترها مراجعت کردن هم تک کم میشه. واقعا سلامتی اساس نیکو احوالی انسان، شخص، آیله و جمعیت به شمار می رود. سالمی جامعه بایگری دولت است. از این رو رهبری دولت سال 2021 را نه فقط سال دستگیری جوانان بلکه سال مستحکم نمودن سلامتی احوالی نیز نامگذاری کرد. عالمان فیزیولوژ و دختران تاکید میکنند که انسان میتواند از لحظه های تولد شدنش 100 سال بدون بیماری زندگی نماید. انسان هنوز از دوران به دنیا آمدنش در خود با طرز حیات سالم زندگی نمودن را جای داده به قانون های طبیعت و انسانیت رعایت نماید. طرز نادرست زندگی و کم حرکتی در اکثر کشورهای جهان سبب زیاد شدن حالت های گرفتاری و بیماری های دل و رگ های خونگرد انسان ها گردیده ایستاده است. از این برمی‌آید که پیاده راه رفتن و بسیار حرکت کردن به سلامتی انسان نفع زیاد دارد و به همین خاطر عکس جانب حیات سالم 5000 قدم در ناحیه سوخ منتظم گذرانیده می‌شود. شفاکاران که خود ترغیبگری طرز حیات سالم می‌باشند جانبداری منتظم تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی‌ها هستند. عزیزان، بخش خبری پیام روز تلویزیون سخرا صحیفه دنیا 24 دوام می‌دهد و شما توسط این صحیفه با خبر و رویدادهای مهمترین دنیا شناس می‌شوید. توجه کنید. سلام علیکم. صحیفه دنیا 24 با مهمترین خبرهای جهان تقدیم شما می‌گردد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مملکت از بالای کرونا ویروس به تمام غلبه کردنش را معلوم کرد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان مملکت از بالای کرونا ویروس به تمام غلبه کردنش را معلوم کرد. حالا در تاجیکستان کرونا ویروس نیست، ما آن را به تمام نیست کردیم، گفته است وی. یک جای با این راهبری دولت به آدمان ادامه دادن رعایت به چاره های بی خفی را خاطر رسان کرده است. بنا به آن حکومت تاجیکستان در سال 2020 برای دستگیری ساختار حفظ تندرستی به طرز الهواگی 145 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است و در مملکت به زودی قریب 30 شفاخانه به استفاده سپرده شده است. اینچنین پرزیدنت برای بیماران کرونا ویروس تشکیل کردن زیاده از 7000 جای خواب شفاخانه اضافه کرده است. بنا به معلومات وزارت حفظ تندرستی مملکت در تاجیکستان 15 روز اینجانب حالت های نوی سرایت کرونا ویروس عنیق نگردیده است. در هندستان تیک تاک به تمام منع کرده شده است. سبب آن در شرح مخبرمان دلدار سلیمانوا. وزارت الکترونیکا در تکنولوژی اطلاعاتی هندستان تصمیم گرفت که 59 برنامه چینی را در این کشور اینچنین تیک تاک را نیز منع کند. تصمیم درباره منع برنامه های چینی در مذاکره بین دو کشور سبب شده است. تیک تاک را اکثریت مملکت های عالم منع کردنی می باشند. سبب در آن برای پول کار کردن ویدیو رولیک های بی‌مضمون و به مدنیت انسانی راست نمی آمده را جایگیر کرده استادند. جوزپه کونته سروزیر ایتالیا با ملاقات با وزیران به صورت رسمی اعلان کرد که استعفا خواهد داد. کونته به زودی در این باره با سرجو ماتاریلا رئیس جمهور کشور مراجعت میکند. ماتاریلا قرار میکند که آیا با کونته برای تأسیس حکومت نو امکان دادن ممکن است یا باید انتخابات نو برگزار شود. بنا به خبرهای رسانه‌های ایتالیا، ماتاریلا با احتمال قوی بار سوم با کونته برای تأسیس حکومت نو امکان می‌دهد.
اما او باید باور داشته باشد که در پارلمان اکثریت سروزی را دستگیری میکنند. رئیس جمهور با نمایندگان حزب ها فوری مشورت میکند و همین هفته قرار خود را اعلام مینماید. رئال مادرید به مبابه پیش از 21 میلیون پرداخت نمیکند. ریال مادرید پیش از ترانسفر احتمالی حملگر پاریس سن ژرمن، کلیان مبابه با مشکلات مالیوی روبرو شده است. طوری از خبر می‌دهد، گارزمانی‌ها نمی‌توانند طلبات فوتبال بازی 22 ساله را قانع گردانند. طبق شرطنامه عملکننده با پاریس که تا تابستان سال 2022 عمل می‌کند، کلیان 21 میلیون یورو به دست می‌آورد. ریال مادرید پرداخت مزدی از این بلندتر را کفالت داده نمی‌تواند. این بود با خبرهای مهمترین دنیا صحیفه دنیا 24. شما ما را ترک نکنید زیرا بخش خبری پیام روز دوام دارد. بینندگان عزیز، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روز تلویزیونی سرخ که ما در دام این لحظه ها تقدیم شما کردیم و در آخر بار دیگر به شما خاطر رسان کردیم که اگر فکر و درخواست و یا یگان مشکلی داشته باشید به کانال تلگرامی ما کشور نقطه اوز مراجعه نمایید. ما در دایره وکالت و در اساس قانون برای برطرف نمودن مشکلی های شما تا قدر امکان سعی و حرکت خواهیم کرد. برنامه های ما دوام دارد، ما را ترک نکنید.